تهران شعارهای مرگ بر دیکتاتور مردم در جریان تشییع پیکر هنرمند مردمی ناصر ملک مطیعی. مقابله مردم تهران با مزدوران سرکوبگر با شعارهای بیشرف بیشرف. گسترش اعتصاب کامیونداران و رانندگان زحمتکش میهنمان طی 6 روز به 242 شهر در 31 استان کشور. حرکت‌های اعتراضی اقشار مختلف مردم به جان آمده از ستم و چپاول آخوندی. کارزار اشرف نشان‌ها در حمایت از قیام. گزارش‌هایی از سوئیس و کانادا. سخنرانی‌های گردهمایی افطار ماه مبارک رمضان با حضور شخصیت‌های سیاسی و مذهبی از کشورها و جوامع اسلامی. همبستگی بین‌المللی با گردهمایی مقاومت در پاریس 9 تیر 97 30 ژوئن 2018. پیام‌هایی از نمایندگان سنا و پارلمان ایتالیا. هراس سخنگوی قضائیه خامنه‌ای و اظهارات یک عضو مجلس رژیم از بحران‌های فزاینده اقتصادی و اجتماعی و شرکت جوانان در اعتراضات و خطر مجاهدین. گزارش نیویورک تایمز از تهران. بعد از خروج آمریکا از برجام، شرکت‌های خارجی این پیام را دریافت می‌کنند که اگر طی 180 روز ایران را ترک نکنند، از بازار ایالات متحده منع خواهند شد. خبرگزاری فرانسه. تحریم‌ها علیه رژیم ایران روی بانک‌های کوچکتر آلمانی سایه می‌افکنند. توقف قرارداد 1.3 میلیاردی شرکت واگن‌سازی اشتادلر سوئیس با رژیم آخوندی به خاطر تحریم‌های آمریکا. ایجاد ستاد ویژه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها و بحران اقتصادی رژیم آخوندی به دستور خامنه‌ای. اظهارات آخوند روحانی برای دفاع از مذاکرات برجام در واکنش به حملات خامنه‌ای و باندرقی. ادامه بحران رأس نظام بر سر شکست برجام و حملات باند خامنه‌ای به آخوند روحانی. بعد از این همه وقایع و فرصت سوزی که مردم رو چند سال معطل کردید، منطقه رو رها کردید، منطقه رو از دست دادیم، اقتصاد مقاومتی بدون توجه باقی مون و به اون پرداخت نشد، امروز چرا مردم باید هزینه چنین بی تدبیری ها و سوء تدبیر ها رو بدهند؟ آقای رئیس جمهور مرتب مردم رو دنبال نخودسیا و آدرس عوضی میفرستید. جاری شدن سیل در 13 استان کشور همراه با خساراتی برای هموطنان. افزایش آمار کشته شدگان سیل به 9 نفر طی 1 هفته. آلودگی هوا و ریزش گرد و غبار در شهرهای مختلف کشور از جمله در تهران، مشهد، اصفهان و عراق. یادی از شهیدان مجاهد خلق در قزوین. پخش در پایان اخبار.
مراسم تشییع ناصر ملک مطیعی، هنرمند مردمی سینمای ایران، به تظاهرات اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی با شعار مرگ بر دیکتاتور تبدیل شد. صبح یکشنبه ششم خرداد ماه پیکر هنرمند مردمی ناصر ملک مطیعی از مقابل ساختمان شماره 2 خانه سینما در تهران با حضور انبوهی از علاقمندان و دوستدارانش تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا با حضور جمع کثیری از مردم به خاک سپرده شد. در مراسم تشییع و خاک سپاری ناصر ملک مطیعی، جمعیت شرکت کننده این مراسم را به تظاهرات مردمی علیه رژیم آخوندی با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، ننگ ما ننگ ما، صدا و سیمای ما تبدیل کردند. در جریان این مراسم ماموران انتظامی وحشیانه به صورت پیاده و موتوری به مردم یورش بردند. مردم نیز با شعار بی شرف بی شرف و نیروی انتظامی ننگ ما ننگ ما به مقابله با مزدوران پرداختند. مامورا به مردم وایتا اخبار یو گذاشت بعد دادن شکو مردم اومد بند خود مادر بیا.
میگم پایین عراق. اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و خودروهای سنگین در ششمین روز این اعتصاب به 242 شهر در 31 استان کشور گسترش یافت. در ششمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در روز یکشنبه ششم خرداد ماه، شهرهای مختلف از جمله شهرهای زیر شاهد اعتصاب دلیرانه رانندگان زحمتکش کامیون و خودداری آنها از بارگیری بود. مشهد، سمنان، اردبیل، بوشهر، اصفهان، فسا، فیروزکوه، یزد، سبزوار، سنندج، مهدیشهر، شهرمیرزاد، سمنان، سرخه، چالشتور، نکا، نیشابور، شاهینشهر، شوش، بردسیر، بندرانزلی، خاش، قزوین، بوشهر، شهرزا، بهشهر و آذرشهر. شش خرداد 97 ساعت 12:10 دقیقه رانندگان استان اردبیل به حمایت از رانندگان محترمی که اعتصاب کردن. بلفسای شیراز اعتراض اسلامی آبرو نداره. اعتراض رانندگان تریلی که از اصلو میان خالی و اینجا درگیر شدن. رانندگان میخوان وارد شهر شن و نمیذارن. نزدیک به 200 تریلی. به شهر اعتصاب کامیونداران جهت احراق حق. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکارا، دوستا، اینجا شهرستان فیروزکوه از توابع استان تهران. این هم که می‌بینید وضعیت ماشینامونه، راننده‌های عزیز. واقعا ماشاءالله به این همه غیرت، این همه همدلی. چه خرداد اعتصابی کامیوندارا هنوز ادامه داره. شهر زیار تمام کامیوندارا کامیوناشو گذاشتن کنار خط. اعتصاب همچنان ادامه داره. شیشه خرداد ایول به غیرته. کامیونداران در باشماق در مریوان همراه با سایر کامیونداران سراسر کشور دست به اعتصاب زدند و از بارگیری در خودروهایشان امتناع نمودند. 6-3-9-7 اعتصاب کامیونداران شهر سنا به بونی پنبون کرال. روز یکشنبه ششم خرداد ماه اعتصاب کارگاهداران صنایع کارگاهی امیرکبیر شهرزا به حمایت از رانندگان زحمتکش کشور وارد ششمین روز خود شد. مینیبوسداران یزد در اعتراض به گرانی و در حمایت از رانندگان اعتصابی کامیون در سراسر کشور در مقابل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد دست از کار کشیده و تجمع برپا کردند. جمعی از رانندگان کامیون در یزد که شماری از آنها کفن پوشیده بودند ضمن تجمع اعلام کردند هر راننده‌ای که در دوران اعتصاب سراسری بار بزند خیانتکار است. اینم اعتصاب بچه های عراق. اعتصاب بچه های عراق. اعتصاب همه بچه های عراق. اینم پایان عراق.
اعتصاب کارکنان شرکت نفت کرمان امروز. اعتصاب راننده های شرکت نفت منطقه ساری. گزارش های دریافتی از پایانه اعلام بار بندرانزلی حاکی است در پی 6 روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و خودروهای سنگین. این پایانه اعلام بار که از قطبهای حمل و نقل بار در کشور است سوت و کور است و هیچ رانندهی حاضر به شکستن این اعتصاب قدرتمند و متحد نیست. و ما شما رو تعقیب خواهیم کرد که اینجا دیگه توقف نکنید. فقط 10 دقیقه به شما مهلت میدم. میتونید امتحان کنید. مأمورین اینجا هستند، فرچ پلم میکنن. مشکل مضاعفی برای خودتون ایجاد نکنید. در سبزوار یکی از سرکردگان نیروی انتظامی کامیونداران اعتصابی را تهدید کرد که اگر به اعتصاب پایان ندهید حق تردد در هیچ کدام از جاده های کشور را ندارید. من از همین ساعت به بعد 10 دقیقه به شما مهلت میدم. میتونید امتحان کنید. ملت شدید ماشیناتون توقیف بشه. اجازه حرکت در هیچ جاده کشور را ندارید. یالا. از اعتصاب امروز رانندگان جوجه یه روزه این آقا بدون هیچ دلیلی که هیچ تابلوی نیستش اومده داره ماشینا رو جریمه میکنه، فحش میده، توهین میکنه به راننده. توهین نکن آقا جون. آقا کلانتری بگو سری بیاد. الان که ماشینا سر بزن کلانتری بیاد. ما وایسادیم اینجا هیچ کاری هم نداریم. یاد کن ببین بابا دست دیگه که کمربندی سبزوار جلو کامینا رو گرفتن، پلیس اومده کامینا رو هم خوابوندن. بفرمایید ببینید. اگه بخوای مشکل حل بشه برید کنار واسید. برید. بره. مامان اومده نمیذاره جلو ماشینا رو بگیره. خیانت شهرداری ایلام به ناوگان حمل و نقل سوختی ایلام، تانکردار ایلام در اعتصاب هستند که با از ماشین‌های شهرداری و دولتی و سپاه استفاده می‌کنند برای سوخت رسانی، با ماشین نیروزانی هم اسکورتشون می‌کنند. مشاهده کنید برای بردن سوخت به جایگاه اسکورت می‌شن. دارن برای بردن سوخت به جایگاه از ماشین‌های دولتی استفاده می‌کنند و با ماشین نیروزامی نیز اسکورتشون می‌کنند، چون تانکردارای ایلام در اعتصاب هستند. شهرداری ایلام واقعا خیانت به ناوگان حمل و نقل سوختی که این همه زحمت رو برای مردم می‌کشند و از جون و خانواده خودشون مایه می‌ذارن. ما
همون باشه. سلاشو بگیرید. اینجا کواره روستای اکبرآباد. حالا راهپیمایی تریلی ها. روز یک شنبه جمعی از رانندگان تاکسی های اینترنتی اسنپ در تبریز در اعتراض به گرانی سرسام‌آور و نرخ پایین کرایه دست به تجمع زدند. روز شنبه نیز رانندگان تاکسی اسنپ در مقابل دفتر اسنپ اصفهان به جمع رانندگان اعتصابی کامیون ها پیوستند. سلام خدمت تمامی هموطنان عزیز، اینجا اصفهان 5397 اعتصاب و اعتراض راننده های تاکسی های اینترنتی اصفهان جلوی دفتر اسنپ. بچه ها میخواستن واسه اعتراض و صحبت مسالمت آمیز برن وارد دفتر اسنپ بشن که بچه ها رو پل دادن بیرون، در دفتر رو بستن. میبینی که نیروی انتظامی هم اومده. بازنشستگان فولاد خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات عقب افتاده خود مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی در اهواز دست به تجمع زدند. سیبزمینی کاران در گرگان در اعتراض به نرخ بسیار پایین خرید محصولاتشان در میدان بار این شهر دست به تجمع زدند. در حال حاضر قیمت خرید سیبزمینی از این کشاورزان محروم تنها 200 تومان است. دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در اعتراض به انتقال دانشکده به سوهانک تجمع اعتراضی برگزار کردند. معلمان حق التدریسی و کارگزاران بیمه کشاورزی صبح یکشنبه ششم خرداد در مقابل مجلس ارتجاع به خاطر عدم پرداخت مطالبات و تعیین تکلیف وضعیت استخدام خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. گرد همایی در افطار ماه مبارک رمضان. پیام اسلام،
صلح و آزادی است. پایان دیکتاتوری مذهبی با قیام مردم ایران. دیما موسا نایب رئیس ائتلاف ملی سوریه در شروع سخنرانی خود در این گرد همایی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به مقاومت ایران تبریک گفت و افزود: بدايةً أود أن أترحم على أرواح شهدائنا في سوريا وفي إيران، شهداء الظلم والظلام في كل مكان، شهداء الحرية والكرامة وحقوق الإنسان المسلوبة، وأتقدم بأشد التعازي لشهداء الاحتجاج في احتجاجات في مدينة كازرون على أيدي مجرمي نظام الملالي. يشرفني أن أكون معكم هنا اليوم، ويؤلمني جداً أننا لا نستطيع أن نستضيف بعضنا البعض في هذه الأمسية في دمشق أو طهران بسبب الأنظمة القمعية الحاكمة في بلدينا سوريا وإيران. اليوم معاناة شعبينا واحدة ونتيجة النظام الحاكم في إيران وأدواته وشركائه في المنطقة، وعلى رأسها نظام الأسد في سوريا، وكلاهما استولى على الحكم بالقوة وعبث في البلاد فساداً، وسلب الشعبين من حقوقهم المشروعة، وارتكب على مدى عقود جرائم مروعة بحق الشعبين السوري والإيراني. دیما موسا در ادامه سخنان خود بر همبستگی مبارزه مردم و مقاومت ایران با مردم و انقلابیون سوریه علیه دشمنی مشترک اشاره کرد و افزود: ما باید به کار مشترک با یکدیگر ادامه بدهیم و باید برای رساندن پیام خلق‌هایمان دوشادوش یکدیگر قرار بگیریم تا تمامی دنیا بداند که ما از پای نخواهیم نشست و این مسیر را ادامه خواهیم داد تا ندای پرتنینی باشیم برای قربانیان حاکمیت دیکتاتورها. نایب رئیس ائتلاف ملی سوریه در پایان سخنانش گفت: لا سلام من دون عداله ولا عداله في ظل انظمه كنظام الاسد والملالي، ولن يتوقف الشعبان السوري والايراني عن نضالهم المشروع لتحقيق الحريه الكامله، الحرية للمعتقلات والمعتقلين في غياهب سجون نظام الأسد ونظام إيران، الرحمة لشهداء شعوبنا، والنصر للشعبين السوري والإيراني. رمضان مبارك لكم جميعاً، وبإذن الله نلتقي قريباً في سوريا وإيران المحررات من الظلم والظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخت الرئيسة مريم رجوي المحترمة، أصحاب المعالي والسيادة الضيوف الكرام، الأخوات والإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرمد عبدالکریم مدیر پایگاه خبررسانی عراق برای همه در سخنان خود رژیم آخوندی را عامل اصلی بحرانهای منطقه و جهان دانست و گفت: بر این اساس قیام مبارکی که امروزه در ایران در جریان است امری طبیعی در قبال اقدامات رژیمی است که انواع اعمال ظالمانه را به همراه سرکوب به وحشیانه ترین صورت ممکن در حق فرزندان مردم ایران روا داشته است. اعدام در ایران از زمان ورود خمینی دجال برای یک ساعت هم متوقف نشده است. مصیبتی که بر سر خلق ایران آمده به طور کامل به منطقه سرایت کرده است. به زمین‌های عراق، سوریه، یمن، منطقه شرقی در عربستان سعودی، لبنان، فلسطین، مغرب و همچنین کل آفریقا. خلق‌های این سرزمین‌ها از تروریسم سپاه خامنه‌ای و شبه نظامیان و باندهایش در رنج به سر می‌برند. عاملی که موجب ایجاد بنیادگرایی در منطقه می‌شود رژیم ولایت فقیه است. هیچ شک و شبهه‌ای نسبت به این موضوع وجود ندارد. نوع و شکل این بنیادگرایی هرچه باشد، آخوندهای حاکم بر تهران و بنیادگرایشان به طور علنی از تمامی سازمانهای بنیادگران حمایت میکنند. سرمد عبدالکریم سپس به نتایج فاجعه بار اشغال عراق و همچنین خروج زودرس اوباما از این کشور که راه مداخلات جنایتکارانه رژیم را هموار کرد پرداخت و افزود: اگر جهان میخواهد به طور واقعی مشکلاتش به طور کامل حل شود،
به ویژه در منطقه ملتهب ما هیچ راه حلی بجز قطع کردن سر مار و سرنگون کردن این رژیم وجود ندارد. به همین مناسبت به مقاومت قهرمان و ملی ایران و به ویژه به سازمان مجاهدین خلق درود می‌فرستم و درود می‌فرستم به خواهران و برادران اشرفی که در حال حاضر در آلمانی ساکن هستند و به آنها می‌گویم که همکنون نوبت شما فرا رسیده است برای ساختن ایرانی جدید و صلح دوست که به جای موشک گل توزیع کند و فرهنگ و امید را به جای فرستادن موشک و نصب چوب‌های دار در داخل و خارج ایران به ارمغان بیاورد. و اسقاط هذا النظام الذي تتطاير منه الشرر يمينا ويسارا بهذه المناسبه احيي المقاومه الايرانيه البطله الوطنيه وخصوصا مجاهدي خلق واحيي الاخوات والاخوه الاشرفيين الموجودين حاليا في البانيا ونقول لهم جاء دوركم الان لبناء ايران جديده مسالمه متعاونه توزع الورود بدل الصواريخ والثقافه والامل بدل ارسال الصواريخ ونصب اعواد المشانق في داخل وخارج ايران. شكرا للاخت الرئيسه على الدعوه الكريمه وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم جميعا. ان الحزمه الوطنيه العراقيه بكافه كوادرها رضا الرضا دبیر کل حزب ملی عراق در سخنانی خود در گرد همایی به مناسبت ماه مبارک رمضان گفت حزب ملی عراق درودهایش را از صمیم قلب نثار مقاومت ایران و رهبری آن می کند که با اراده و خواست خلقشان با نیرو و اقتدار تونل تاریک رژیم فاشیستی و آخوندی ولایت فقیه را که ویژگی آن جهل و عقب ماندگی و کینه و نفرت است در می نوردند و نشان می‌دهند که خلق ایران عاشق و دوستدار آزادی و پیشتاز صلح به همراه تمامی خلق‌های منطقه و جهان است. رضا الرضا اضافه کرد قابلیت‌های عظیم ایرانی وجود دارد که در رهبری و کادرهای مقاومت ایران سمبولیزه و متجلی می‌شود. میلیون‌ها تن از فرزندان مردم ایران از این مقاومت حمایت می‌کنند. مقاومتی که قادر است رژیم را از بین ببرد و ایران را از تمامی اشکال جهل و واپسگرایی و فساد و بنیادگرایی و تروریسم پاکیزه کند. لتعزیز المکان الرفیع للمجلس الوطنی للمقاومه الایرانیه لتتقدم اكثر فاكثر في نضاله الذي يبعث الامل في نفوس الشعب الإيراني وشعوب دول المنطقة والعالم بقدرته على هدم ركائز دكتاتورية نظام ولاية الفقيه وأيديولوجيتها الفاشية وبازبان الشيرين بازبان الشيرين سادي وحافظ وباسدائي بولان بيقويام درود بربجاهدي خلق إيران والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك وأهنئ المقاومة الإيرانية المعارضة الإيرانية بهذا الحفل الرمضاني. اسماعیل خلف الله حقوقدان از الجزایر از دیگر سخنرانان گرد همایی در افطار ماه مبارک رمضان بود. وی ضمن اشاره به جنایات دیکتاتوری آخوندی علیه مردم ایران و مردم کشورهای منطقه گفت اردت ان اركز على ان نظام ولایت الفقیه نهایته بدات تظهر للعيان من خلال العديد من الدلائل واكبرها الحراك الداخلي الذي تشهده اليوم ايران في الداخل ومن خلال النشاط. می‌خواستم بر این نکته تاکید کنم که پایان رژیم ولایت فقیه برای همگان شروع به آشکار شدن کرده است. اصلی ترین نشانه آن جنبش داخلی است که امروز ایران شاهد آن است و به واسطه تلاش وقف ناپذیر اپوزیسیون ایران و در رأس آن خانم مریم رجوی محقق شده و این اصلی ترین نشانه است.
نشانه‌های دیگر جنایتی است که آخوندهای حاکم بر ایران در سوریه و عراق و یمن مرتکب آن شدند. این تصویر واضحی را به جهان و دوستداران بشریت داده است که این رژیم خواستار مسالمت نیست، بلکه رواج دهنده کشتار، ویرانی و نابودی است و هیچ نیت صادقانه ای ندارد. بنابراین ما میگوییم پایان رژیم ولایت فقیه و نشانهای آن برای همگان آشکار شده است و یک بار دیگر به مقاومت ایران این جنبش موفق و این سازماندهی دقیق را تبریک میگویم. للعيان ونبارك مرة أخرى للمقاومة الإيرانية هذا الحفل الناجح وهذا التنظيم المحكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أشكر المقاومة الإيرانية الرائعة برئاسة السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة، وأصر على ذلك لأنها ظاهرة غريبة في الشرق الأوسط أن يكون هناك رئيس أو رئيسة منتخبة. أريد احمد درگزنلی رئيس کمیته هماهنگی انقلاب سوریه در فرانسه در شروع سخنانش گفت: احمد درگزنلی سپس رژیم آخوندی و رژیم اسد را باند قاتلان و باند فساد و استبداد نامید و افزود: آنها باند قاتلان هستند. باند فساد و استبداد که بر سر ایران و شهرهای ایران آمده است و می‌خواهد آفتاب آزادی را از برادران و خواهران ما در ایران سلب کند. و دم و دنبالچه کوچک این باند بشار اسد است که می‌خواهد آفتاب آزادی را از خلق بزرگ سوریه سلب کند. برای ارزش‌های آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، مبارزانی در ایران و سوریه وجود دارند که بهای سنگین آن را با خون خود می‌پردازند تا ارزش‌های جهانی حقوق بشر به پیروزی برسند. زنده باد مبارزه مردم ایران، زنده باد مبارزه مردم سوریه. Pour faire vaincre les valeurs universelles, liberté, égalité, fraternité en Iran et en Syrie. Vive la lutte du peuple d'Iran! Vive la lutte du peuple syrien! Je vous remercie. Shukran. What is going on in Paris on June the 30 is a very important event. It's an event for a free Iran and for an Iran that will be in cooperation with the other countries of the region and of the world, not a country that supports terrorists, not a country that supports the suppression of liberty and freedom, but a country that promotes its great civilization, its great history, its great culture of today, and can contribute to the welfare of the nations and first of all of the Iranian people. So this is such an important event that will be very, very crowded with people eager for freedom, eager for a free Iran. Ho già partecipato personalmente al raduno per la liberazione dell'Iran e per dare una mano alla democrazia, ai diritti di quel paese. Adesso ce n'è, come ogni anno, un altro, il 30 giugno a Parigi. Io ho sempre sostenuto questa battaglia, tanti altri parlamentari di tutti gli schieramenti, anche del nostro, del Movimento 5 Stelle, l'hanno fatto. Invito anche altre persone a partecipare a questo grande evento annuale che si svolge, ripeto, il 30 giugno a Parigi, per dare una mano a chi vuole democrazia, a chi vuole diritti nello Stato di Iran. Sono molto preoccupata dalla situazione che sta vivendo il popolo iraniano. Il regime è sempre più feroce, avvengono fatti e situazioni molto gravi, una costante violazione dei diritti umani e dei diritti delle donne. Le cose che avvengono fortunatamente in parte almeno riescono ad uscire dai confini e quindi chi come me ed altri è da tempo
un movimento per il riconoscimento dei diritti umani e per il ripristino delle libertà. In Iran vive una situazione particolare. E sarò presente al grande meeting a Parigi il 30 giugno, e proprio per riconfermare l'impegno a fianco del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana per il ripristino di una democrazia, per l'affermazione dei diritti universali dell'uomo e dei diritti umani e per le libertà delle persone e sicuramente delle donne. با سلام و درود، ادامه خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم. یک عضو مجلس آخوندی از باند روحانی با نگرانی از بحران‌های رژیم آخوندی، اعتراضات اجتماعی و خطر مجاهدین گفت باید اذعان کرد که چالش‌های زیادی مانند فقر، فساد، بی‌عدالتی، نارضایتی مردم، آلودگی محیط زیست، کمبود پول، وضعیت منابع ارضی و غیره وجود دارد که اگر دست به دست هم دهند هر کجای این سرزمین می تواند قائله‌ای به وجود بیاید. میرزایی نکو گفت امروز بحث مجاهدین مهم به نظر می رسد. شبکه مجاهدین در داخل کشور برای ایجاد ناامیدی و چالش فعالیت می کند. افرادی مانند جان بولتون و غیره در شبکه های آمریکایی و مجموعه های تصمیم گیری برای مجاهدین نقش ایفا می کنند. آخوند محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون سردشخیم قضایی خامنه نیز از روی آوردن جوانان به اعتراضات اجتماعی و خطر مجاهدین ابراز وحشت کرد. وی گفت برخی از سردمداران آمریکا برای تحقق منویاتشان به تروریست هایی که دستشان به خون 17,000 نفر آغشته است متوسل شدند. آخوند اژه‌ای افزود از مردم و خانواده ها می خواهم مراقب بچه هایشان باشند و اجازه ندهند که وقتی مردم خواسته ای دارند افراد سوء استفادگر وارد میدان شوند. اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان شریف و زحمتکش میهنمان مجلس آخوندی را وحشت زده کرده است. نابسامانی در برنامه‌ریزی برای احقاق حقوق رانندگان عمومی بین شهری و کامیونداران موجب شده است بیش از 500,000 راننده در سطح کشور اظهار نارضایتی و بعضاً در بعضی شهرها تجمع نمایند. ادامه روند فعلی موجب می‌گردد معیشت بیش از 2,000,000 نفر به خطر بیفتد. موارد زین مورد درخواست رانندگان عزیز بین شهری است. کافی نبودن سهمیه سوخت روزانه و ماهیانه کامیون‌ها، عدم پرداخت کرایه حمل توسط گیرندگان کالا، نداشتن بیمه تکمیلی و قرار نگرفتن شغل در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور و دریافت کارمزدهای نجومی و غیرقانونی توسط شرکت‌های حمل و نقل و فساد موجود در خرید و فروش بار در پایانه‌های بار علل خصوص در بنادر و همینطور توزیع ناعادلانه بار و تضعیف سالن‌های اعلام بار توسط مسئولان مربوطه، کرایه های حمل و نقل پاسخگوی هزینه های لاستیک و قطعات که 60% افزایش یافته نیست. ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. نیویورک تایمز طی گزارشی توسط خبرنگارش در تهران می نویسد بعد از توافق اتمی صدها شرکت اروپایی، آسیایی و حتی آمریکایی به بازار عمدتاً استفاده نشده ایران هجوم بردند و توسط ایالات متحده و سایر امضا کنندگان برجام به آنها تضمین داده شد که سرمایه گذاری هایشان دست کم برای مدت یک دهه امن خواهد بود. اما بعد از آنکه ترامپ ایالات متحده را از این توافق خارج کرد، شرکت ها پیام کاملاً متفاوتی را دریافت کردند. آنها 180 روز فرصت دارند که ایران را ترک کنند. در غیر این صورت از بازار ایالات متحده منع شده و با جریمه‌های چندین میلیارد دلاری و دستگیری مدیرانشان به خاطر بی‌توجهی به تحریم‌های آمریکا مواجه خواهند شد. نیویورک تایمز می‌افزاید دو شرکت عمده نفتی توتال فرانسه و انی ایتالیا پروژه‌های توسعه در ایران را ترک می‌کنند.
شرکت‌های کشتیرانی دانمارکی تورم و مرسک دیگر به بنادر ایران نخواهند رفت. شرکت فولادسازی دانیلی ایتالیا که یک سال پیش یک کارخانه بزرگ را در نزدیکی تهران گشود، باید سهام خود را بفروشد و بیرون بکشد. همچنین پراکتر اند گمبل، شرکت عظیم کالاهای مصرفی آمریکا، به گفته کارمندانش در حال برکناری همه پرسنل محلی و به سمت خروجی می رود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی با عنوان تحریم‌های رژیم ایران بر روی بانک‌های کوچکتر آلمانی سایه می‌افکند نوشت پاتریشیا ملفی، مدیری در مؤسسه KCI که از 6 بانک پسنداز در جنوب غربی آلمان تشکیل شده، گفت بسیاری از کمپانی‌ها می‌خواهند همه معاملات را با رژیم ایران متوقف کنند، چرا که قادر به محاسبه خطرات معامله با این رژیم نیستند. زمان برای دولت‌های اتحادیه اروپا برای حمایت از مؤسسات مالی در قبال تحریم‌های آمریکا رو به اتمام است. خبرگزاری فرانسه افزود دو بانک دویچه بانک و کمرس بانک که بزرگترین بانک‌های آلمان هستند، بعد از اینکه 3 سال پیش به خاطر معاملاتشان با رژیم جریمه شدند، به طور کامل معاملاتشان را با رژیم ایران متوقف کردند. دویچه بانک به تنهایی 258 میلیون دلار جریمه شد. خبرگزاری فرانسه با اشاره به اینکه معاملات با رژیم ایران حدود 2 میلیارد و 600 میلیون یورو است، افزود چنین رقمی با رقم صادرات 111 میلیارد و 500 میلیون یورویی آلمان با آمریکا غیر قابل قیاس است. همچنین شرکت واگن‌سازی اشتادلر سوئیس قرارداد خود را به ارزش 1.3 میلیارد فرانک سوئیس با رژیم آخوندی را به خاطر تحریم‌های آمریکا تعلیق کرد. به گزارش پایگاه خبری بلیک، چند هفته پیش شرکت اشتادلر تفاهم‌نامه‌ای را برای تحویل 960 واگن مترو به امضا رساند، اما اکنون این پروژه در آستانه پایان یافتن است. پتر ینلتن، رئیس قسمت تجاری این شرکت، با اشاره به تصمیم آمریکا به خروج از برجام میگوید ما مجبور شدیم این پروژه را به حالت تعلیق در بیاوریم. بلیک میافزاید ینلتن گمان نمی‌کند که اقدامات متقابل کشورهای اروپایی بتواند قرارداد میلیاردی با رژیم ایران را نجات بدهد. به دستور خامنه‌ای ستاد ویژه‌ای در رابطه با تحریم‌ها و بحران اقتصادی رژیم ایجاد شده است. کیهان خامنه‌ای در ستون مطالب ویژه‌اش نوشت خامنه‌ای در 8 اردیبهشت ماه جلسه‌ای با حضور سران قوا و مسئولان اقتصادی برگزار کرده و دستور تشکیل ستاد مقابله با تحریم را اعلام کرد. خامنه‌ای در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، جزئیاتی از آن جلسه را اعلام کرد. در حالی که بحران‌های اقتصادی ناشی از عملکرد تبهکارانه رژیم به طور روزمره اقشار مختلف مردم به سطوح آمده را به اعتراض‌های خیابان و اعتصاب‌های دامنه‌دار می‌کشاند، خامنه‌ای در جلسه سران و کارگزاران رژیم در روز چهارشنبه 2 خرداد گفت ما اینجا 2-3 هفته پیش جلسه تشکیل دادیم اینجا درباره مسائل اقتصادی کشور. رؤسای محترم سقوفه حضور داشتن، مسئولین فعال اقتصادی در بخشای دولت و مجلس و قوه قضاییه حضور داشتن، بحث نسبتا خوبی در اونجا شد، حرفای زده شد. البته حرفا، بنده اقتصاددان نیستم، متکی به حرفای کارشناسا بود، مطالبی رو گفتیم، یه ترتیبات شکلی قرار شد که انجام بگیره. همینا رو باید دنبال کنم. دوستان الان من توصیه میکنم رؤسای سقوفه تشریف دارن، همون آقایونی که تو اون جلسه حضور داشتن الان اینجا هستن، همه همون چیزایی که اون شب صحبت شد و تصمیم گیری شد و تأکید شد، همونا رو با جدیت دنبال کنید. قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت، تردید نداریم. ما من بعد اطلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردن همون چیزی رو که اون شب اونجا صحبت شد و گفته شد و بنا به صورت تصمیم اعلام شد.
در جلسه. آخوند روحانی پس از توسری‌های اخیر خامنه‌ای به خاطر شکست برجام گفت در مسئله مذاکرات هسته‌ای 6 قطعنامه را علیه خودمان لغو کردیم و پرونده بسیار پیچیده PMD که می گفت ما دنبال فعالیت نظامی هستیم حل شد. حالا ما می توانیم غنی‌سازی بکنیم. روحانی در مورد پرونده فعالیت نظامی رژیم در زمینه اتمی اضافه کرد. بعضی از دوستان وقتی که ما صحبت می کردیم می گفتند تا 100 سال دیگر هم این پرونده حل نمی شود. در ادامه حمله به آخوند روحانی به خاطر شکست برجام، آخوند ذوالنور عضو مجلس رژیم گفت آقای رئیس جمهور، از ابتدا مجموعه شما گفتند اگر آمریکا هم از برجام برود ما با اروپا ادامه می دهیم. این حرف شما دو تالی فاسد داشت. آقای رئیس جمهور، اروپا چرا خودشو در مقابل آمریکا قرار بدهد و وقتی میگویید برجام میماند و با اروپا ادامه میدهیم؟ آقای رئیس جمهور، در صحبتتون گفتید یک مزاحم رفت. یا به این حرف اعتقاد دارید، به صدق این حرف، یا اعتقاد ندارید؟ بعد از این همه وقایع و فرصت سوزی که مردم رو چند سال معطل کردید، منطقه رو رها کردید، منطقه رو از دست دادیم، اقتصاد مقاومتی بدون توجه باقی موند و به اون پرداخت نشد، امروز چرا مردم باید هزینه چنین بی تدبیری ها و سوء تدبیر ها رو بدهند؟ آقای رئیس جمهور، مرتب مردم رو دنبال نخودسیا و آدرس عوضی می فرستید. بحران آلودگی هوا در شهرهای مختلف کشور و عوارض خطرناک آن برای مردم همچنان ادامه دارد. هوای شهرهای تهران، مشهد، عراق برای دومین روز متوالی، اصفهان و شهرهای شاهینشهر، فلاورجان، زرینشهر، نجف آباد، فولادشهر، همایونشهر و مبارکه در استان اصفهان و شهرهای چهارمحال و بختیاری روز یکشنبه ناسالم اعلام شد که برای کودکان، بیماران و افراد سالخورده زیانبار است. مدارس در شهرهای استان اصفهان روز یکشنبه تعطیل اعلام شد. هوای تهران روز شنبه نیز آلوده بود و دوشنبه نیز گرد و غبار ادامه خواهد داشت. در چهارمحال و بختیاری در 3 روز آینده نیز آلودگی هوا ناشی از گرد و غبار ادامه خواهد داشت. سیل در 13 استان کشور طی هفته گذشته 9 کشته به جای گذاشت. روز یکشنبه یک کارگزار رژیم در زنجان اعلام کرد 2 تن در سیلاب‌های روز شنبه در این استان کشته شدند. وی گفت علاوه بر زمین‌های کشاورزی به تأسیسات زیربنایی، منازل روستاییان، تأسیسات آب و برق روستاها و راه‌ها و پل‌ها خسارت وارد شده است. یک کارگزار رژیم در هلال احمر نیز اعلام کرد از روز 30 اردیبهشت تا ساعت 6 بامداد روز شنبه 5 خرداد 13 استان از جمله استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، قم، کردستان، گیلان و همدان درگیر سیل و آب گرفتگی بودند. وی افزود در جریان سیلاب در استان‌های مختلف 7 نفر کشته و 1 نفر مفقود شده است. بینندگان عزیز، سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، در پایان اخبار این ساعت پس از عناوین خبرها برنامه‌ای به یاد شهیدان مجاهد خلق در قزوین پخش می‌شود. خدا نگهدار.